شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. من فرهنگ هولاکویی هستم در برنامه رازها و نیازها. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. آقای دکتر، منو میشنوین؟ بله، بفرمایید. آقای دکتر، من یه پسری دارم، یه دوست دختری پیدا کرده. حالا من صبح تا شب راجبش نگران هستم. این پسر من از بس که پسر مهربون و نجیب و پاک و ساده‌ای هست، من میدونم که این دختر داره ازش سوء استفاده میکنه. سب کنید. شما اولا این پسرتون فرزند چندم هستن؟ این پسر گل ما کوچیک خانواده هست. سه تا دختر آوردیم، بالاخره خدا بهمون یه پسر داد. ولی آقای دکتر، به خاطر این دختر از ما دور شده، دیگه به حرفای منم گوش نمیده. من یک عمر برای این پسر زحمت کشیدم، این دختر داره پسر منو داغون میکنه. آقای دکتر، سرکار خانم، سب کنیم، من چی کارش کنم؟ نه، سب کنیم، لطفاً سب کنیم سرکار خانم. آخه قربونتون، آخه سرکار خانم، آخه قربونتون، آخه ببینین، شما یه فرزندی دارین، براشون زحمت کشیدین، بله درسته، خیلی هم خوب. این چه ربطی داره به این که این پسر با این دختر رابطهشون خوب باشه یا بد باشه؟ پسر شما خودش عقیدش چیه؟ خودش چه فکری میکنه؟ آقای دکتر، خودش که میگه خوشحاله و میگه از این دختر خوشش میاد، ولی آقای دکتر، من مادرشم، من میدونم این پسر ته دلش ناراحته. حالا من چی کار کنم که نجاتش بدم؟ آقای دکتر، چی کارش بکنم؟ سب کنین لطفاً، سب کنین. آخه آدم اصلا حیرت میکنه از این پرت و پلاهایی که شما سر هم میکنین. نه. شما یه پسری دارین، بله، در یه رابطه خوشحاله، میخواین نجاتش بدین از چی؟ نه آقای دکتر، دیگه نه از چی میخواین نجاتش بدین؟ ببخشید، آخه هنوز بچه است، خودش نمیدونه چی براش خوبه. پسرتون چند سالشه؟ آقای دکتر، اتفاقا این گل پسر ما 2 هفته دیگه تولدشه. منم همه دوستاشو دعوت کردم، یه جشنی گرفتیم تو خونمون، تولد 43 سالگیش. سرکار خانم، شما کارتون خرابه. آی نه قربونتون. ببینین سرکار خانم، شما توی دنیای خیالی برای خودتون درست کردین، اصلا با واقعیت سرکار ندارین. وای. بعد در این دنیای خیالیتون میخواییم برای بقیه تصمیم بگیرین؟ نه سرکار خانم، شما یه آدمی هستین، طلبکار، افسرده، نگران، ناراضی، پرتوقعه و پرانتظار. نه ولی آقای دکتر، مثلا حساس، شکننده، مهرطلب، وابسته. وای. نه ببینید سرکار خانم، ما در دنیایی زندگی میکنیم که نمیتونیم برای بقیه تصمیم بگیریم، نمیتونیم به بچه هامون بگیم چیکار بکن چیکار نکن، تو زندگیشون دخالت بکنیم. من پسر خود من پسر خودم اگر من بیاد بگه من میخوام تو رو جلوی مردم تقلید بکنم، من جلوشو نمیگیرم. هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره. نه حرفتون درسته آقای دکتر، منم باش موافقم. ببین، منم میذارم پسر من آزاد باشه، تصمیم برای خودش بگیره.
مثلا صبح که از رخت خوابش بیدارش میکنم ازش میپرسم قربونت برم تو آب پرتقال میخوای یا آب هویج، اون تصمیمو میگیره. یا لباساشو دارم براش حاضر میکنم ازش میپرسم پسر گلم زیر لباسی سفید میخوای یا سیاه، یا هر روز که وقت حموم شده ازش میپرسم سب کنید لطفا. نه سرکار خانم، شما کارتون خرابه. نه ببینید شما مثل اینکه نشستین توی هواپیما بعد این هواپیما داره سقوط میکنه بعد شما میرین به آقای خلبان میگین خلبان لطفا برین کنار، من میخوام برای پسرم شله زرد درست کنم، هوس کرده. آخه سرکار خانم اینم شد حرف. نه حرفتون درسته آقای دکتر، اصلا پسر من اصلا شعله زرد نمیخوره، عاشق حلواست. نه سرکار خانم، ببین شما باید با یه متخصص حرف بزنین و نه ببینین شما که اینقدر ادعا دارین که پسرتون به حرفتون گوش کنه، به حرفتون به چون شما نزدیک بشه، شما خودتون خوب و خوشحال و سالم هستین؟ آره دیگه یه جورای خوشحال. نه سرکار خانم، نه دیگه زیاد حرف زدیم. نه ببینین نه سرکار خانم، ببینین هر کی که منو اذیت کنه بهش میگم سرکار خانم، شما هم سرکار خانم لطفا بس. باش اسمم سرکار خانم، باش قبول، شما از همون اول سرکار خانم شدین. مرسی. نه ببینین رها کنین پسرتونو، بذارین بره راه خودش، شاید یه امیدی باشه. من یه سی دی دی وی دی دارم به عنوان 2156 باید و نباید یه مادر 18 چرخ. سرکار خانم شما لطفاً به این نبایدها توجه کنین، شاید براتون مفید باشه. باشه حتماً بهش گوش میدم آقای دکتر. میدونین آقای دکتر از اول تا آخر شما به من فوش دادین ولی نمیدونم چرا خیلی لذت بردم. واقعا منو خیلی کمک کردین. کاش که میشد آمریکاییام از حرفای شما یاد بگیرن. کاش که یه دکتر هولاکوی آمریکایی وجود داشت. سرکار خانم خیلی ممنون، مرسی. الان من به وقت آخرم رسیدن. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.